با درود به شما همیهنان عزیز، ایرج فاطمی هستم و برنامه دیگری از آنسوی خبر را تقدیم حضورتون میکنم. رژیم جمهوری اسلامی در شرایطی قرار دارد که به قول معروف بگویند یک پایش در هواست. خامنه ای سخت بیمار است، خبر بیماریش را شنیدید. همان منبعی که این خبر بیماری را به من به روزنامه فیگارو داد به من تلفن کرد و خبر جدیدی رو در این مورد به من داد. به آگاهی شما میرسونم. در طی 10 روز گذشته خامنه‌ای 2 بار در کما فرو رفته است. دفعه اول بسیار کوتاه، ولی دفعه دوم بسیار طولانی تر بوده. تیم ویژه مراقبت‌های پزشکی دائما از او مراقبت می‌کنند. دفعه دوم وقتی از کما خارج شد مدت طولانی سکوت کرد و اصلا نمیتونست حرف بزنه، ولیکن بعدا شروع میکنه به حرف زدن. البته حرفهای بر اساس این خبر حرفهای بی سر و ته. خب این زیاد چیز نیست، برای که همیشه آقای خامنه‌ای حرفهای بی سر و ته زده، گویا همیشه در کماست و از کما خارج میشه. به هر حال خطر زیاد جدی نیست، ولی هر آن امکان داره اتفاقی بیفته. اما یک موجود در حال مرگ، اونم خامنه‌ای، با این روحیاتی که ما از او سراغ داریم، با این وضع بیماری هول‌انگیزی که داره، یک تصمیمش میتونه یک ملتی رو به باد بده. چه کسی است که نظارت کنه بر کار این آقای رهبر بیمار؟ هیچ کس. شورای نگهبان و شورای مجلس خبرگان همشون برشکستگان به تقصیری هستن که تازه اونا میگن آقای رهبر باید به ما رهنمود بده. بعض خرابتر از این حرف هست. و اما در حال حاضر اعدام ها در جای جای ایران بیرحمانه ادامه داره. اعدام های بیگناهانی که براستی هیچ کاری غیر از اینکه اظهار نظر کرده باشن نداشتن. بقاحت آخوندی بر همگان مشهوده و این خونریزی و مرگ خواهی اونا اوضاع اجتماعی ایران رو داره وارد یک بحران میکنه. بحران بسیار شدید. از طرف دیگه این آقای روحانی که خودش رو رئیس جمهور میدونه و مردم بدی از مردم رو رئیس جمهور میدونن، این اصلا سر تا پاش دروغ و ریا و تزویره. اونقدر ریاکاره که هویت خودش رو پنهان میکنه، از هویت خودش فرار میکنه، نام فامیلی فریدون رو از نام خانوادگی خودش حذف میکنه و نام روحانی رو به جای اون میگذاره. نگاه کنید چقدر تا کجاست این تزویر و ریا، فرار از هویت. متاسفانه ادهی هم حرفای پرزد و نقید اون رو قبول میکنن و صحه میدارن. اما مسئله در رژیم جمهوری اسلامی تنها به این روحانی و این جک و جون ورای دیگه ختم نمیشه. من در اینجا سخنی دارم با دستندرکاران جمهوری اسلامی در رده‌های گوناگون، با مجریان فرامین رژیمیان. مردم میپرسند و من به عنوان یک ژورنالیست سخن مردم رو منتقل میکنم. مردم میپرسند رژیمی که نتوانسته است در ظرف 36 سال شرایطی به وجود بیاره که تبعیض‌ها میان احاد مردم ایران کم بشه یا به حداقل برسه، چه ادعایی داره؟ چگونه است که حکومت جمهوری اسلامی در ظرف 36 سال هنوز که هنوز است نتوانسته رژیمش رو تثبیت کنه، هنوز دادگاه‌های انقلاب داره؟ چگونه است که رژیم آخوندی جمهوری اسلامی نتونسته پس از این همه سال برای مردم رفاه ایجاد کنه با درآمد هنگفت و سرسام‌آور نفت که سابقه نداره در طول تاریخ، کار ایجاد کنه، حقوق شهروندی مردم ایران رو محترم بدونه، آنچنان رفتار بین‌المللی داشته باشه که برای دیگران احترام برانگیز باشه؟ سوال میکنم و مردم هم بدون شک سوال میکنند.
و اگر نه حداقل باید بدونن که چرا فساد در ابعاد گوناگونش در رژیمی که پسوند اسلامی داره بیداد میکنه. چگونه است که با این همه اعدام هیچ کاری صورت نگرفته؟ وقتی رژیم به اعتراف خودش این همه دشمن داره، باید سوال کرد که دشمن رو چه کسانی برای اون میسازن؟ رژیم آخوندی دائم از ترس چند هموطن کرد ما، گیلک ما، مازندرانی ما، خوزی ما، بلوچ ما رو اعدام میکنه. از اینا میترسه، از آهاد مردم ایران میترسه، از شما مردم میترسه. چه رفتاری کردید که این همه دشمن دارید؟ شما نمیدانید چه بگویم. در طول این سالها، در طول 36 سال به دنبال دوستانی بوده اید و نشدند با شما دوست؟ شما به دنبال دوستانی بوده اید در خارج از مرزهای ایران، در دور دستها دنبال دوستانی میگشتید، پول و اسلحه به حماس و نوار غزه میدادید، به فلسطینی ها پول و اسلحه رو به لبنان و حزب الله لبنان میدادید که در آنجا دوستانی داشته باشید، به حوثی های یمن میدادید که در آنجا پایگاهی برای خود داشته باشید. دقیقاً چراغ را از خانه رو بوده اید و به مسجدی برده اید که اصلا نمی شود در آنجا نماز خواند. همه از شما بترسند. تمام کار شما این است که کاری کنید که همه از شما وحشت داشته باشند. چرا باید همه مردم از شما بترسند؟ چرا نباید کاری کنید که مردم به شما احترام بگذارند؟ شما چون داستان‌های افسانه‌ای و اسطوره‌ای که در ایران هست، چون دیوها گویا مغزتون برعکس عمل می‌کنند. به جای رفتن به آینده و بردن مردم ایران به آینده‌ای روشن، بذر وحشت می‌کارید. به جای ایجاد کار، بیکاری را دامن می‌دهید و کارخانه‌ها را تعطیل می‌کنید. مفاهیم در قاموس شما عوض شده است. در قاموس شما اعدام یعنی نهایت مهربانی. در قاموس شما زنده کردن و ذله کردن مردم، به فقر کشیدن مردم یعنی ثروتمند کردن آنان. در چنین فضایی با چنین هیولایی اصولا در نهایت حرفی نمیماند که شما بزنید. راه حل چیست؟ همه میپرسند. شما مردم از همه بیشتر میپرسید که راه حل چیست. راه حل از رها شدن از بند رژیم فساد و تباهی چیست. این رژیم برای خود دیو بچه هایی هم تربیت کرده است. دیو بچه هایی که چشم و گوش بسته طناب دار را به گردن دیگران میاندازند و حکم اعدام صادر میکنند و مردم را در هر جا سرکوب میکنند. این دیو بچه ها تا کی می توانند ادامه دهند؟ و خود دیو ها تا کی؟ پاسخش با شما مردم است و حرکت نیروهای ملی با هم و در کنار هم. همیهنان عزیز، در میان روزنامه های عربی روزنامه الحیات مطلبی داره که به نظر من جالب اومد. الحیات می نویسه که ائتلاف ملی نیروهای اپوزیسیون سوریه که ضد بشار اسد هستن به شکلی آشکار از دخالت های جمهوری اسلامی در سوریه می گویند و در این زمینه هشدار می دهند. روزنامه الحیات می نویسه که دخالت نظامی و آشکار و علنی جمهوری اسلامی در سوریه تهدیدی برای مردم سوریه و فراتر از مرزهای سوریه است. این ائتلاف می گه حضور جمهوری اسلامی
امروز در منطقه عربی توسعه یافته و از عامل دینی مشترک برای رسیدن به منابع نظامی استبدادی خودش داره بهره میگیره و اجرای پروژه‌هاشو میخواد پیاده کنه. از همین رو در همه مناطق برای خودش تشکیلات شبه نظامی و نظامی درست کرده که از هر گونه منافعی برای مردم سوریه به دوره. روزنامه الحیات می نویسه ائتلاف ملی سوریه از پیشنهاد احمد بلحلی معاون دبیر کل اتحادیه عرب درباره تشکیل یک نیروی عربی مشترک برای حمایت از امنیت ملی عربی و در رأس آن دخالت در سوریه استقبال میکنه. الحیات در پایان مینویسه این پیشنهاد در صدر دستور کار نشست سران عرب قرار داره که قرار 28 مارس در همین ماه تشکیل بشه. در میان روزنامه‌های فرانسوی زبان مطلب بسیاری پیرامون سخنرانی اخیر بنیامین نتانیاهو در پارلمان آمریکا در مجلس نمایندگان آمریکا به چاپ رسیده. تقریبا همه روزنامه‌های فرانسوی از لوموند گرفته تا فیگارو و لیبراسیون اومانیته به این مسئله پرداختند. اما در میان انبوه این مطلب من مطلب تحلیلی روزنامه فیگارو رو روزنامه نگار ایزابل لسر را برای شما انتخاب کردم. این روزنامه نگار می نویسه نتانیاهو جمهوری اسلامی رو تهدید برای اسرائیل می دونه. روزنامه فیگارو به نقل از هنری کیزینجر وزیر امور خارجه قبلی آمریکا می نویسه که این جالب این نکته که آقای کیزینجر گفته. می نویسه که نتیجه این عقب نشینی از اهداف مذاکرات عدم اشاعه سلاح اتمی بوده. اصلا از اول می خواستن سلاح اتمی اشاعه بده ولی این تبدیل شده به مدیریت اشاعه این سلاح اتمی، یعنی ما باید مدیریت کنیم این توسعه پیدا نکنه، ولی که کاری ندارن که اونا که تا حالا داره چی شده. ایزابل لسر در بخش دیگر تحلیل خود در روزنامه فیگارو می نویسه که 35 سال پس از قطع روابط دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و آمریکا، باراک اوباما امیدواره که روابطش با جمهوری اسلامی رو بهبود بخشه. کشوری که به یک بازیگر غیرقابل چشم پوشی در بحران خاورمیانه تبدیل شده، با کارهای تروریستی که انجام داده و متاسفانه با کارهایی که گام به گام امریکا اشتباهاً عمل کرده، دو دستی همه چیز رو تقدیم جمهوری اسلامی کرده. آمریکا وارد عراق شد، 3000 به قول خودشون کشته داد، صدام حسین رو برداشت، مانعی بزرگ رو برداشت از سر راه، عراق رو وارد یک چالش بزرگی کرد، از همپاشیدگی به وجود اومد و عراق باقی مونده رو دو دستی تقدیم جمهوری اسلامی کرد و الان جمهوری اسلامی در عراق دست بالا رو داره. آمریکا در افغانستان هم همین کارو کرد. آمریکا در مناطق دیگر خاورمیانه هم همین کارو کرد. آمریکا در مورد یمن و حوثی‌های یمن آنقدر ساکت نشست که الان حوثی‌های یمن بر صنعا مسلط شدن. آمریکا هر جایی پا گذاشت اشتباه عمل کرد و این اشتباه در صورتی بود که یک گرگ گرسنه مثل جمهوری اسلامی اونجا نشسته بود که چشم طمع به همه این سرزمین‌ها رو داشته. جمهوری اسلامی از غزه دخالتاش رو شروع کرده بود تا حزب الله لبنان و داخل لبنان و آمریکا در این مورد سکوت کرد. جمهوری اسلامی تفنگداران دریایی آمریکا رو مقرشون رو در لبنان در بیروت منفجر کرد ولی آمریکایی‌ها از روش گذشتند. جمهوری اسلامی خبیر عربستان سعودی رو منفجر کرد ولی آمریکایی‌ها از روش گذشتند.
تا کی شما میتونید از روی همه اینا بگذرید؟ در نتیجه بله، هر قدرتی دیگری بود، هر نیروی دیگری بود، حالا جمهوری اسلامی میخواد از روی جنازه شما عبور کنه. آقای اوباما، هژمونی آمریکا رو به شدت ضعیف کردی و به شدت آمریکا رو تبدیل کردی به قدرت معمولی. باید ببینیم آینده چه برنامه‌ای برای این کار داره. من در افق چیزی نمی‌بینم. می‌رویم به روزنامه الاهرام چاپ قاهره که مطلبی داره پیرامون اوضاع کنونی مصر. اوضاع کنونی مصر رو زیر نظر گرفته. الاهرام می‌نویسه مصر همچنان در بحران به سر می‌بره و هنوز شرایط کاملا عادی برقرار نشده. چیزی که جنرال عبدالفتاح السیسی و یارانش دنبال اونن. ناآرامی‌ها در صحرای سینا کمی فروکش کرده است و ارتش مصر با توانی بالا به قول خودشان از هوا و زمین حرکت هر جنبنده‌ای را در صحرای بزرگ سینا زیر نظر دارد. الاهرام می‌نویسه قبایل صحرانشین که مأمنی شده بودند برای قاچاق اسلحه نفر به نفر مورد مراقبت‌های ویژه قرار گرفتند. روزنامه الاهرام می‌نویسه هنوز که هنوزه توریست آنچنان که باید نشده است. هنوز که هنوزه بسیار مانده است به سال‌های قبل از روی کار آمدن اخوان المسلمین. از اینجا از کارگردان برنامه خواهش میکنم مناظر مختلف توریستی مصر رو نشون بدن. صنعت توریست یکی از پردرآمدترین صنایع مصر بود و سالی حدوداً 30 میلیارد دلار درآمد برای مصری‌ها مهیا میکرد. دیدار از آثار باستانی مصر هتل‌های زیادی رو ایجاد کرد و زنجیره این هتل‌ها کارکنان زیادی رو در خودش داشت. اصولاً صنعت توریست یک صنعتی که زنجیره‌وار به صنایع دیگر وصل میشه، در نتیجه رونق اقتصادی چرخش بزرگی به خودش میگیره و متاسفانه در دوران اخوان المسلمین به کلی این مسئله از بین رفت. حالا کم کم داره جون میگیره. دشمن شماره یک توریسم اخوانی‌ها و مسلمانان تندرو بودند که مثل همین داعشی‌ها می‌گفتند همه این آثار رو باید ما ویران کنیم و از بین ببریم بدون اینکه جایگزینی برای اون داشته باشند. حالا به تدریج حکومت السیسی دارد کارها را به سامان می‌رساند. مسئله دیگر اینکه عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر پیمان دوستی و اتحاد عمیقی با عربستان سعودی و کویت و امارات متحده عربی داره. سفر اخیرش به عربستان سعودی علاوه بر پرداخت 14 میلیارد دلار به مصر، در زمینه‌های گوناگون هم عربستان سعودی رفته و در مصر سرمایه گذاری کرده که همین موضوع بار بیکاری رو کمی کم کرده است. روزنامه الاهرام می نویسه از سوی دیگر مصر و حکومت السیسی که قدم به قدم پایه‌های دموکراسی رو محکم می کنه و به اون پایبند هستند داره به طرف دموکراسی پیش میره. همین چند وقت پیش بود که دادگاه اداری قاهره اعلام کرد انتخابات پارلمانی این کشور بار دیگه به تعویق خواهد افتاد. الاهرام می نویسه این تصمیم پس از اون گرفته شد که دادگاه عالی قانون اساسی مصر
اصل سوم قانون انتخابات کشور در زمینه حوزه انتخاباری و مغایر با قانون اساسی دونست و اصلا گفتش که این قانون دو مرحله‌ای در قانون اساسی نیست و بی خودی اینو دارن دنبالش میرن. در نتیجه انتخابات رو به طور کلی کلم یکون اعلام کرد. این مسئله باعث بروز اختلافاتی هم در میان احزاب و شخصیت‌های مختلف در مصر شده. الاهرام در پایان این مطلبش می نویسه مصر در حال نبرد بی امانی با تروریست های داعشه. هم تروریست های داعش در عمق خاک لیبی، همونایی که 21 مصری مسیحی رو گردن زدن با اون طرز وحشیانه، و هم تروریست های وابسته به جمهوری اسلامی، حماس و جهاد اسلامی در کنار نوار غزه و صحرای سینا نزدیکی های اسرائیل. مصر دوران بسیار بدی و از یک نظر خوبی رو میگذرونه. اگر السیسی و یارانش موفق بشن پایه های دموکراسی رو نهادینه کنن در بین مردم که اینجوری پیش میاد، فعلا خوب دارن جلو میرن، و اگر بتونه تروریست ها رو مهار کنه که این تروریست ها مانع میشن که دموکراسی در چین در مصر جا بیفته و مجبور میشه دولت مصر دست به یک کارایی بزنه که فرض کنی اصلا شاید دوست نداشته باشه، حکومت نظامی های بموقع و بیموقع که باعث میشه که اصلا اقتصاد مصر ترک برداره، و باز همین باعث میشه که توریست در مصر نیاد و سرازیر نشه، و وقتی امنیت نباشه توریستی هم در کار نخواهد بود. در نتیجه مصر داره به اون طرف پیش میره و روی یک لبه تیزی را میره. یک طرفش رفاه، آسایش، رسیدن به یک دموکراسی بسیار پویاست، یک طرفش جهنمی است که شمایی از اون رو شما در شکل و شمایل اخوان مسلمی ها و این داعشی ها دارید میبینید. یک روزی آیا میشود تصور کرد که بر یک کشور باستانی بزرگ با فرهنگ بسیار غنیش، فرهنگ 10,000 ساله و 15,000 سالش، کسانی بیان حکومت کنند که شکل و شمایل داعشی ها رو داشته باشند، و کشوری که 85 میلیون جمعیت داره و بزرگترین کشور شمال آفریقا و خاورمیانه است؟ این تصور انسان رو به جاهایی میبره که با تاریکی مطلق مواجه میشه. در اون صورت سرنوشت کشورهای همجوار مصر چه خواهد شد؟ در اون صورت اسرائیل آیا میتواند نفسی به آرامی بکشه؟ در آن صورت اردن میتواند نفسی به آرامی بکشه؟ عربستان سعودی نتیجه چه میشود؟ سودان و سودان جنوبی به چه مرحله ای خواهد رسید؟ اینا همه همسایه های مصرن. و بعد اون طرف در آفریقا سرنوشت رود نیل به کجا خواهد کشید؟ آیا سرنوشت رود نیل، این روزی دهنده مردم مصر، هم به سرنوشت رود کارون مبتلا خواهد شد با ندانم کاری هایی که این اسلامیون انجام دادن و زیر هر گونه کارشناسی دادن و آمدن گفتن آقا کاری نداره که ما میریم 400 تا حلقه چاه میدنیم همه رو درست میکنیم؟ دیگه فکر نمیکردن که مگه اونا عقلشون نمیرسید این کارو بکنن؟ 400 تا حلقه چاه یعنی تمام بسترهای آبای زیرزمینی رو خوش کردن و همه چیزو به فنا دادن. در این مورد حرف بسیار است و داستان بسیار. توجه کنید همیهنان عزیز، تغییراتی در برنامه به وجود اومده. برنامه من هر روز جمعه ها ساعت 8 صبح به وقت لس آنجلس و 5 بعد از ظهر به وقت اروپا پخش میشه، و این برنامه ساعت 3:30 به وقت لس آنجلس ادامه داره، که البته به وقت اروپا وقتی 10 صبح یا 11 صبحه. و این تغییرات رو به مرور به اطلاع شما خود تلویزیون خواهد رسوند، و همه برنامه‌های من، همین برنامه که شما مشاهده می‌کنید، تمام برنامه‌های من روی یوتیوب ایرج فاطمی هست. اگر بدانید ایرج فاطمی، شما میتونید همه برنامه‌های منو ببینید. ایرج فاطمی هم با دی و جی هست. ایرج با دی و جی هست. یه کمی فاصله فاطمی.
خب به اتفاق کارگردان برنامه نادر از همه شما خداحافظی میکنم و شما رو به یزدان پاک میسپارم. یزدان نگهبانی شما باشه.